درود به شما براندازهای عزیز. امروز سرانجام دلیل خنده های تلخ سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه بعد از وعده انتقام و تنبیه اسرائیل توسط خامنه ای مشخص شد. ظاهراً ترس حاجی‌زاده از این بوده که بعد از شلیک موشک های بالستیک، موشک های کروز و پهپادهایی که برای تولیدشون میلیاردها دلار بودجه گرفته، مشخص بشه که کارایی اونها حتی از 10% هم کمتره. اتفاقی که افتاد و حالا اگر دشمنان جمهوری اسلامی مثل اسرائیل حتی 1% از قدرت موشکی جمهوری اسلامی ترس داشتن، دیگه این ترسشون ریخته و حالا میتونن با خیال راحتی نیروهای سپاه رو در داخل و خارج از مرزهای ایران شکار کنن. اما بدترین خبر ممکن برای جمهوری اسلامی دفاع عجیب کشورهایی مثل اردن و حتی عراق از اسرائیل بود. اردنی ها با همه توان موشک های شلیک شده توسط سپاه رو رهگیری کردند و تعداد زیادی از موشک ها و پهپادهای سپاه رو قبل از رسیدن به آسمان اسرائیل خنثی کردند. رسانه های اردنی تصاویر لاشه یکی از موشک های چند میلیون دلاری سپاه رو که قبل از رسیدن به اسرائیل رهگیری شده منتشر کرد. طلع نص الحاره هي فجر هون في نص الشارع سبحان الله الحمد لله يا رب الحمد لله ربنا سلم. حتی عراقی ها هم با سامانه ضد موشکی پاتریوت و بهانه نقض حریم هوایی این کشور به موشک های سپاه حمله و حداقل یکی از این موشک ها رو رهگیری کردند. رسانه های عراقی این تصاویر رو از لاشه موشک رهگیری شده منتشر کردند تا از این طریق پیام ما از جمهوری اسلامی بیزاریم رو به آمریکا و اسرائیل داده باشند. موشک‌های شلیک شده از پادگان سپاه در دارلک مهاباد که پیش از عبور از آسمان این شهر منفجر شدند. یکی از موشک‌های ساخته شده توسط مهندسین ولایی جمهوری اسلامی در اطراف شیراز و روی سر مردم این شهر فرود آمد. 26/1403 لاشه موشک کنار رودخانه باغ صفدر شاهین همکنون خنثی شده. این هم رودخانه. گزارش نهایی انتقام مثلا سخت سپاه از اسرائیل به این صورته: 185 پهباد انتحاری شاهد به سمت اسرائیل شلیک شد که هیچ کدوم از اونها در اسرائیل فرود نیامد. اسرائیلی ها با توجه به فاصله 4 ساعته از لحظه شلیک تا لحظه رسیدن این پهپادها به خاک اسرائیل موفق شدن همه این پهپادها رو شکار کنند. 36 موشک کروز از خاک ایران شلیک شد که هیچ کدوم از اونها به خاک اسرائیل نرسید. 110 موشک بالستیک هم شلیک شد که کمتر از 10 فروند از این موشک ها به خاک اسرائیل رسید و فقط 2 تا از این موشک ها به هدفی که سپاه اعلام کرده بود اصابت کرد. در این حملات حتی یک نظامی اسرائیلی هم زخمی نشد و فقط گفته میشه که یک کودک 10 ساله با ترکش یکی از موشک‌های بالستیک سپاه زخمی شده. البته گفته میشه وضع این کودک وخیمه و احتمال مرگش بالاست. حملات امروز سپاه به طور شگفت‌انگیزی نشون داد که این همه پهباد و موشکی که با پول ملت ساخته و انبار شده عملاً در یک جنگ واقعی کشک و راندمان شلیک‌های سپاه کمتر از 10%. قدرت تخریب اون 10% هم بسیار جزئیه. لازمه یادآوری کنم سپاه در این حمله از انواع موشک‌های خودش استفاده کرد. موشک‌هایی از قبیل هایپرسونیک، بالستیک، کروز خیبر، سجیل، قاسم و انواع و اقسام پهپادهای شاهد. یه چیز دیگه‌ای که این حملات افشا کرد، اتحاد عجیب مردم ایران و ارتش اسرائیل برای نابودی جمهوری اسلامی بود. به پیام یکی از سربازان ارتش اسرائیل برای مردم ایران که از خیلی از ارزشی‌ها اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت داخل ایران داره با دقت توجه کنید. این سرباز از مردم ایران می‌خواد تا با شروع موج جدید حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی اونها هم موج جدید قیام برای آزادی رو در داخل شروع کنند. The Islamic Republic just launched a war against the state of Israel launching cruise missiles and drones. Their terror proxies also launched a wave of drones from Yemen and Iraq.
While this is happening, the Islamic Republic has also launched a new internal war on its own people, violently arresting women in a new hijab crackdown. This is my message to the people of Iran. We stand with you. We have not forgotten you. Thank you for standing with us. When we're forced to act against the Islamic Republic, rise up and take back your nation from the mullahs. Together, we will fight this war against the Islamic Republic, and we will win. Death to the Islamic Republic. Am Yisrael Chai. ارزشی های کم خرد هم از زمان شلیک اولین موشک جشن گرفتند و حرف از انتقام سخت می زنند. جشن امروز ارزشی ها منو به یاد جشن اونها در روز 7 اکتبر انداخت. اون روزم حسابی شاد بودن، ولی فقط بعد از چند روز به گریه افتادن و فریاد غلط کردمشون به همه جای جهان رسید. اما سرلشکر باقری هم به سبک فرمانده های سپاه و سردستشون یعنی خامنه ای شروع به رجزخونی کرد. باقری که از اقدام متقابل اسرائیل و آمریکا حسابی ترسیده، آمریکایی‌ها رو تهدید کرد و ازشون خواست تا در انتقام گیری اسرائیل از جمهوری اسلامی دخالتی نداشته باشند. ما این پیام رو از طریق سفارت سوئیس به آمریکا منتقل کردیم که چنانچه آمریکا در اقدامات تجاوزگرانه بعدی صهیونیست‌ها از طریق پایگاه‌هایی که در منطقه داره یا امکانات نظامی که در منطقه داره مشارکتی داشته باشه و این اطلاعات برای ما قطعی بشه، پایگاه‌ها و نفرات و امکانات امریکا در منطقه امنیتی نخواهند داشت و ما او رو مانند متجاوز می‌بینیم و با او هم برخورد لازم رو خواهیم. ای کاش خبرنگار این جرأت و جسارت رو می‌داشت تا به سرلشکر باقری بگه به جای رجزخونی‌های پوچ و توخالی یه فکری به حال سربازان ارتش کن که درست همزمان با شروع حملات سپاه به اسرائیل راهپیمایی کردند و با شعار ارتش شده بیچاره خواهان پس گرفتن اموال دزدیده شده‌شون از فرمانده‌های ارتش هستن. یه توضیح بده، مال باختگان پنده تیر، مال باختگان چیتگر، مال باختگان دولت الماس بود، دورون آپارتمان بدم، قرض بدم، پول بدم، گرفتن تمام کردم، بدبختمون کردن. 25 فروردین بگو تاریخ، بگو تاریخ، بگو تاریخ، بگو. امروز هم 25 فروردین 403. ای رهبر آزاده، ارتش شده بیچاره، ای رهبر